بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. بحثمون راجع به گناه شناسی بود. یکی از مسائلی که در گناه هست اینه که بسترهای گناه رو فراهم میکنیم. پدر و مادر میان مشهد همش میگن به جوونا دعا کن، به جوونا دعا کن، به جوونا دعا میکنیم، هی میگن جوونا جوونا، ولی حاضر نی بره خواستگاری پسرشو دومات کنه. میگن نه، لیسانسشو بگیره، دختر لیسانسشو بگیره. یعنی در فضای گناه را جلوشو نمیبنده، دختر پسر ول میکنه، میگه دعا کن، با جلوشو گرفت. اگر خواستیم گناه نشه، باید روزنهای گناه رو جلوشو بگیریم. زمان حضرت لوط گناه لواط علنی جلو چشم مردم تو خیابون و کوچه بود. فی نادی کمون منکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فی نادی کمون منکر. یعنی منکر در نادی، نادی ندوه یعنی علنن. گناه لواط علنی بود. دو تا فرشته در قیافه یه دو تا آدم زیبا مهمان حضرت لوط شدن. لاتای محله فهمیدن. حضرت لوط گفت بابا من دختر دارم، عقد بکنم به تو میدم. ها اولای بناتی هنه، ها اولای بناتی هنه، اطهر لکم، هنه اطهر لکم. بابا اگر شهوت بهتون فشار آورده، من دخترم رو عقد بکنم به تو میدم. از این آیه چی میفهم؟ از این آیه میفهم که اگر میخواد لواط نشه، باید ازدواج رو آسون کنید. حاضر شد دخترش بده به لاتا که جلو گناه بگیره. ولی اینا گفتن نه، لتعلم ما نورید، تو میدونی که ما هدفمون پسراست. حضرت لوط یه جمله گفت که گاهی من اینو میخونم منقلب میشم. گفت الیس منکم رجل رشید، الیس منکم رجل رشید، یک مرد تو شما نیست که فلا تخزون فی ضیفی، فلا تخزون فی ضیفی. اینا مهمون منن، ضیف یعنی مهمون. لا تخزون خزیان، من پلو مهمونه شرمنده نکنی. شما میخواید به مهمونای من تجاوز کنی، من شرمنده نکنی. دخترمو میدم. ببینید از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اگر میخواید گناه نشه، جلوشو بگیرید. ایجاد اشتغال جلوگیری از گناهه. کسی میتونه یه شغلی برای کسی ایجاد کنه؟ آدم بیکار دست به گناه میزنه. روزای تعطیلی آمار گناه بیشتره چون مردم بیکارترن. ایام فراغت، بعد ایام فراغتو پر کرد. زمان شاه تو اتوبوس نشسته بودیم، میرفتیم به نظر مشهد یا میرفتیم یا برمیگشتیم، این راننده هم از آهنگ‌های تند گذاشت و من رفتم گفتم آقای راننده این ما زوار مثلا مشهدیم، موسیقی رو خاموش کنید. گفت حاجی آقا من موسیقی گوش ندم خوابم میبره، من باید یکی با ما حرف بزنه. گفتم خودم حرف میزنم بره، حتی حرف شاد بخیر من میخندونمت. گفت پس واسه همینجا ما با عمامه و قبا تو رکاب وایسیدیم، تو دل شب برای راننده اختلاط کردیم، گاهی هم میخندوندیمش و که جلو موسیقی رو بگیره. ازدواج رو آسون کنیم. دو سوم گناه نسل نو مربوط به شهوته. اگر جوانای ما همسر داشته باشن، اهل نمازن باشن، تقریبا بیمه هستن. فضای گناه عذوبت بیکاریه. حالا به ما گفتن دعا میخوای بکنی دستا دو بار بالا، یعنی جوری قرار بده که ظرف باشه، چون هر چیزی یه آهنگی داره، یه ظرفیتی داره. دستا مقابل بالا، مقابل صورت، نه بالا بالا اینطوری.
میری نماز بخونی گوشه عمامه دو رها کن از زیر گلود رد شه، حالته عبا دوشگیر، حالته جلوت عکس نباشه. اگر دروازه جلو در باز نماز نخون، اینا که میانو میرن حواستو پرت میکنن. گل نباید باشه. حضرت فرمود فاطمه جون میخوام نماز بخونم، این پرده گل داره، گلش حواس منو پرت میکنه. ما بحثی از فضا باید درست شد. فضا آدم ها رو عوض میکنه. تو دریا کسی شنای ماهی ها نمیده، بیری خود فضای دریا مایار شناور بار میاره. در مازندران که کسی جنگلا رو آبیاری نمیکنه، ببینید فضای نم درختا رو سبز نگر میداره. زمان شاه، شاه روزخونی میکرد ایام عاشورا، خاندان شام که میخواستن بیان روزه اونا با چادر میمدن. زن شاه حرم امام رضا میمه با چادر میمه. چرا؟ برای که فضای حرم مذهبیه، اونم مذهبی میشد. ما الان پدر و مادرها فضای خونه رو مذهبی نکردن، همه چیزی برای بچهش میخره، تمام وسائل غیبی گناهو میخره. بعدم میگه حاج آقا به جوانا دعا کن، چاقو میده دست بچه میگه دعاش کن، دعاش کن، چاقوشو بگیر، اقدام کنیم برای ازدواج، اقدام کنیم برای اشتغال. بچه ما فاسد شد، خب بهش نرسیدی. حدیث داریم هر که بچه داره خودش هم بچه شه. من کان له صبیان صبا، هر که بچه داره خودش هم بچه شه، بچهش با بچهش حد بزنه که بچهش. وگرنه وقتی شما محبت نکردی میره تو کوچه یه کسی بهش محبت میکنه، ممکنه گناه هم بکنه. راهو باد وقتی حضرت، وقتی خداوند به حضرت آدم میگه گندم نخور، اول میگه هر چی میخوای بخور، بعد میگه گندم. همه غذاهایی که میخوری هیچ کدوم ثواب نداره. 365 روز 365 تا صبحانه ثواب نداره. 365 تا چاشتونه، نهار، عصرونه، شبونه، هیچ کدوم ثواب نداره. در سال فقط 30 تا غذا خوردن ثواب داره و اون سحریه. چرا؟ برای که خدا میخواد بگه فردا نخور. چون میخواد بگه فردا نخور، میگه پس سحر بخور، سحر بخور که فردا بتونی نخوری. یعنی چه؟ یعنی اگر میخواد جلو گناه گرفته بشه باید خودتم بجنبی، خودتم بجنبی. یه مدل ماشینمونو کوتاه بگیریم، ایجاد یه شغل برای کسی میشه. یه خورده از تجملات بگذاریم، ایجاد شغل میشه. چطور اگر فیزیک و شیمیش ضعیف شد استاد خصوصی میگیریم؟ یا استاد خصوصی برای دین بچه‌مون بگیریم، بگیم آقا تشی بیارید، من یه جوان دانشجو دارم، حرفایی داره، 10 تا سوال داره، شما یه ساعت تشی بیارید منزل ما، این 10 تا سوال بچه منو جواب بدید، اگر خواستید پول بدید. شما برای فیزیک و شیمی استاد خصوصی میگیرید، ولی پسر شما، دختر شما اشکال تو ذهنشه، یه اسلام شناس دعوت نمی‌کنی که بیاد جوابشو بده. اگر می‌خوایم گناه کم نشه، کم بشه، باید تلاشی هم بکنیم. صلواتی بفرست. افراد منحرف برای کار خودشون فضاسازی میکنن. برادران یوسف، یوسف رو انداختن تو چا، پیرنش رو با خون قاطی کردن. و جا و اباهم و جا و اباهم عیسا یبکون و جا و به قمیصه به دم انکذب و جا و به قمیصه به دم انکذب. چهار تا کار کردن که برکی یعقوب باور کنه. یک، شب اومدن در حال گریه اومدن، پیرن رو خونی کردن که بگن راستی گرگ خوردسش. این همه جوسازیه، جوسازی که جوسازی.
گفتن دعا میخونی با تضرع و خفیه دعا کن. ادعو ربکم تضرعا خفیه و عبرت من بکا من خوفک مرحومه. عشق خیلی ارزش داره، تضرع خیلی ارزش داره. حالتی شده دار قرآن میخوای بخونی، ورتل القرآن ترتیلا. میخوای بری مسجد، قرآن میگه دست بچه رو بگی ببر، خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد که میدی دست بچه ده بگی برو. چرا؟ میگه بچه زینته. بله، قرآن میگه المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال و اولاد زینته. مسجد میری زینت ببر، یعنی مسجد میری یه پول بذار جیبت، یه فقیر رو تو مسجد سیر کنی، دست ده بچه دم بگیر، بچه دم تربیت بشه. یه بار دیگه میگم المال والبنون زینه، خذوا زینه. یه جا میگم مال و اولاد زینته، یه جا میگم مسجد برو زینت ببر، یعنی مسجد میری دست بچه دم بگی برو. حدیث داریم چیز نوبر که میخواید بخرید جمعه بخرید. بچه ها بگید امروز جمعه شیرینی خریدیم، بستنی خریدیم، که بچه ها با روز جمعه علاقمند بشن، از جمعه خوششو بیاد، از جمعه خوششو بیاد. میخوام کفش بخریم، باشه میریم نماز جمعه، تو راه برگشتن یا رفتن کفش هم بخریم. میخوام دوچرخه بخریم. آقا جون اگر نماز تو درست خوندی من برات گوشواره میخرم. ما باید جهت بدیم کارم، گوشواره میخریم، منتها خواهی گوشواره رو جایزه نمازش قرار بده. شما که چادر برای خانم میخری بگوین از مشهد آوردم، این از کربلا آوردم. این کارامون رو رنگ مذهبی بدیم. یه آیه داریم تو قرآن میگه صبغت الله و من احسن، صبغت الله و من احسن من الله صبغه. کاراتون رو رنگ خدایی کنید. همه مردم صورتشون میشورن، زنده باد ما که وقتی میخوایم آب بزنیم صورتمون قصد وضو میکنیم، مسلمان هم نباشیم صورتمون رو میشوریم، منتها حالی که آب میریزیم نیت وضو کن. میگی شما خمس و سهم امام نمیدی، خب شب قدر بده، چون شب قدر یکار ضرب در هزار میشه. لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر از هزار ماهه. عمل شب قدرم، شما اگر 1,000,000 شب قدر کمک کنی به فقرا، انگار 1,000,000,000 دادی. برنامه ریزی کنید حساب سالتون شب قدر باشه، چه ضربه در هزار بشه. البته معناش اینه که اگر شما 1,000,000 تومان خمس یا سهم امام بدی کار 1,000,000 بکنه، بگی نه شبه قدر دیگه، من 1,000,000 تومان بدم ضربه در هزار میشه، ثوابشه نه خودش. آخه یه کسی یه جای دوتا انار دزدید، دوتا انار برداشت و پولشو نداد، رفت دکن نون وای دو تا نون برداشت، اونم پولش نداد. یه خودی که رد شد داد به فقیره، صدا زدن گفتن چه میکنی؟ گفت مؤمن باید زرنگ باشه. دو تا انار دزدیدم دو تا گناه، دو تا نون دزدیدم دو تا گناه، دو تا چهار تا دادم به فقیر. قرآن داره اگر کار ثواب کنی ضرب در ده میشه، 4 ضرب در 10 = 40. پس 40 تا ثواب کردم، 4 تا گناه کم بشه، 36 تومونه. گاهی وقتا که مثلا میگیم فلان چقدر ثواب دارم، میگه خیلی خوب ما در عمر نماز بخونیم، میریم حرم هم روزه دو رکعت نماز بخونیم، ضرب در 1,000، پس تصفیه حساب. حضرت فرمود قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین. قرآن میگه اگر متقی بودی کارت قبول میشه. مال دزدی رو دادی به فقیر؟ ای که میگن اگر کار خیر کنی ضربه در ده میشه، برای که کار بر اساس تقوا باشه، بر اساس تقوا اگر بود ضربه در ده میشه. بعد حالا تازه قبولم چه رقم قبول داریم؟
یه قبول معمولی داریم که میگیم ربنا تقبل، خدا قبول کن. بعد از نمازم به هم میگیم قبول بشه قبول بشه. یه قبول معمولیه. یه قبول داریم قبول نیک، یعنی قبول ممتاز، قبول درجه یک. قرآن فرمود فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن، قبول حسن یعنی قبول ممتاز. یه جا داریم قبول آل الآل که در دعا داریم به احسن قبولک، پس قبول عادی، قبول حسن، قبول احسن، به احسن قبولک. این به مقدار تقواست. تقوا معمولی، قبول معمولی. تقوای بالا، قبول بالا، با تقواترین قبول ترین. هر چیزی بر وزن خودش. سلسله مراتب باید حفظ بشه. پدر و پسری مهمان امیرالمومنین شدن. حضرت امیر یه ظرف آبی آورد دست مهمون شست. بعد به امام حسن گفت تو هم دست پسرش. اگر پسر تنها اومده بود من دست بچه‌شم می‌شستم، اما چون پدر و پسر با همن، پدر دست پدر، پس بگید پسر دست سلسله مراتب باید حفظ بشه. هر کسی یه جایگاهی داره. مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود، 5-6 تا کشور سفر کرد در زمان رئیس جمهوری، ما هم هیئت همراه بودیم. پاکستان تا وارد شدیم 21 توپ تو فرودگاه زدن. ما پرسیم چیه؟ گفتن این رسمه، تشریفات اینجا میگه اگر رئیس جمهوری وارد کشور شد به احترامش 21 توپ بزنیم. گفتیم خب ما نمیدونستیم. گفتیم مثلا نخست وزیر چقدر، رئیس مجلس چقدر، آخرش گفت آقا ما تنهایی چقدر. گفتن تو رو تنهایی یه تیرکمون. به هر حال این سلسله مراتب باید حفظ بشه. اگر تقواش آبکیه قبولم آبکیه، تقواش خوبه قبولش خوبه، تقواش بالاست قبولش هم بالاست. قبول حسن به احسن قبولک، ربنا انما یتقبل الله من المتقین. در غدیر خم چجوری حضرت علی معرفی شد؟ خیلی مراسم داشت. اول غدیر خم 5 راه بود، یه را میرفت حبشه، یه را میرفت مدینه، یه را میرفت عراق، یه را میرفت شام. انتخاب یه جای باشه که هنوز مسلمان ها پخش نشدن، یعنی فلکه چند خیابونه. دو، غدیر مثل پشقابه، گود داره، آب توش بود. اون مراسم 10,000 نفری هم خودشون هم اسب و شترشون آب میخواد، یعنی مسئله مال داشتن آب هم امکانات آب. سوم، چون بناس علی معرفی بشه باید صحنه یه جای انجام بشه که همه ببیننش. فوتبالیستا تو زمین بازی میکنن، تماشاگرها بالا میشینن چون میخوان صحنه گل زدن رو ببینن. پیغمبر تو چاله بود، مردم همه تو بالاها بودن که نگن ما ندیدیم، دورا بودیم. یک فرمود اینا که تند رفتن بگید برگردن. یه عده جوان تون میدن تو مسابقه، گفتن برگردید، خبر تازه یه، برگردید برگردید. فرمود پیرمردایی هم که کشکش میان صبر کنیم برسن. صبر کرد تا زور شد، نماز خون. بعد از نماز، بعد از نماز بعد خطبه خون. تو خطبه اصول عقاید رو گفت، راجب بعثت خودش گفت. امام‌ها را هم شخص علی رو معرفی نکرد، فقط غدیر خم. مال امیرالمومنین، مال حضرت مهدی هم هست. بارها در غدیر خم پیغمبر اسلام اسم امام زمان رو برد، یعنی غدیر خم رهبری تاریخ در کره زمین، نه فقط علی ابن ابی طالب. تمام 12 امام رو پیغمبر معرفی کرد، حتی حضرت مهدی رو. حضرت مهدی رو چند بار معرفی کرد. ببین هم همه فضاسازیه. ما باید اگر برای دختر انسان یه چادر بخرد، دختره رو هول میده به چادر، اما اگر برای دختر چیز دیگه بخری هول به حجاب داده نمیشه. اگر میخوایم نسلمون حجاب دار بشه، ما هم مقدماتشو جور کنیم. بعضی از تجار رو هست که وقتی سهم امام میخوان بدن به مرجعش، بچه‌هاش هم میبره. به بچه‌هاش میگه ببینید
این مرجع تقلید منه، امشب هم شب سال منه، من خمسم. اگر من مردم شما بچه هم سال که میشه سر سال خمستون بدید به مرجع تقلیدتون هر کس. یعنی فضا ایجاد میکرد. یه آقای بود وقتی میبردنش نماز مرده بخونه میپرسید مرده زن یا مرد؟ اگر میگفت مرده میگفت کفنشو باز کنید. کفنشو لازم نی باز کنید، میگفت نه باز کنید. کفنو باز میکردن صورت این مرد نشون میگفت آقایون پسرا برادرا همسایا شریکا شاگردا دوستان ببینید چشماش دیگه نمیبینه. بعد میگفت تا چشمتون میبینه گناه نکنید، ببینید دیگه گوش نمیشنوه، تا گوشتون میشنوه هرزه نشنوید، ببینید زبون دیگه کار نمیکنه، تا زبونو کار میکنه حرف حرام نزنید. میگم من 5 دقیقه این کفنو باز میکنم نصیحت میکنم، اثر او 5 دقیقه از 10 شب سخنرانی بیشتره، چون فضا آماده میشه. چه کنیم فضا مذهبی بشه؟ این زیارت ها خیلی اثر داره، این زیارت ها خیلی اثر. اگر زور که میشه همه مردم اذان بگن، اصلا خیلی فضا عوض میشه. میگه شما با الله اکبر شاه رو بیرون نکردی. دور خیبر را که گرفتن چند شب مسلمان ها دور یهودی ها رو گرفتن و محاصره کردن. یه بار فرماندهی به امیرالمومنین افتاد، گفت امشب همه تون الله اکبر بگید. الله اکبر. اینقدر مسلمان ها دور قلعه خیبر الله اکبر گفتن، یهودی ها خودشون فرار کردن. یهودی ها خودشون فرار کردن. فضا، فضا. ما باید مقدمات خوب شدن نسلمون رو فراهم کنیم با اشتغال، با ازدواج، با زیارت، با رفاقت، با اینکه خودونم مثل جوانا جوانشیم با بچه هامون بازی کنیم، مثل اونا بگیم، بخندیم که اونا احساس نکنن به گیر یک پدر مذهبی افتیم اخمو، گیر یک مادر مذهبی افتیم همش اخمو. میشه و زندگی شیرین داشته باشیم بدون گناه. خدایا تمام فضاهای گناه را یکی پس از دیگری بین ما کور بفرما. فضای مذهبی، تبلیغ مذهبی، استدلال منطقی، برخورد عاطفی، راه دعوت به خیر را به همه ما یاد بده. کسانی که رمضانهای قبل بودن و نیستن همشون رو ببخش و بیامرز. نسل ما را تا آخر تاریخ بهترین مؤمنین و مؤمنات قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.